درود بر شما. دوم اسفند ماه 1398 خورشیدی و 21 فوریه 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به قلابی بودن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در ایران به دلیل پشت پرده این پرونده‌ها در بیت رهبر و وزارت اطلاعات. پرده آخرم آخر برنامه خواهیم داشت. قبل از تقدیمی آرزویی بکنم که مسئولان جمهوری اسلامی درباره شیوع ویروس کرونا در ایران دروغ نگن زیاد. بر طبق خبرهای رسمی تا پنجشنبه شب دو نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 یا همون کرونا در قم درگذشتند و ابتلای دو نفر دیگه در قم و یک نفر در عراق به ویروس کووید 19 تایید شده. اینا خبرهای مجوزدار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است. چند درصد از حقیقت در این نظام مقدس دروغگو واقعا نمیدونم. فقط خدمتتون عرض کنم که الان دیدم که اسکان نیوز از قول ابوالفضل فاتح بنیانگذار خبرگزاری ایسنا نوشته است که شاید شمار مبتلایان و منطقه های آلوده به ویروس بسیار بیشتر از موارد اعلام شده باشد. الان هم از درگذشت تعدادی از مبتلایان خبر آمده و معمولا در برابر هر مورد فوتی حدود 40 برابر ابتلا گزارش می شود. به هیچ وجه نباید ساده اندیشی شود یا با مصلحت سنجی های افراد غیر متخصص شهروندان سراسر کشور به خطر بیفتند. و نوشته است که آموزش داده بشه و فلان و اینها و مخصوصا اشاره کرده است که با توجه به داستان جگرسوز سقوط هواپیمای اوکراینی خطا یا پرده پوشی می دانیم که می تواند چه پیامدهای سنگینی داشته باشد. باری تقدیمی این هفته مربوط است به انتخابات مجلس شورای اسلامی. دیدین شاید که صدا و سیمای آقایون میره تو خیابون تو محله ها گزارش میگیره، نمیدونم سپایه میذاره، مردم میاره با گچ و خطکش و زغال براشون شکل ما رو میکشه و اینها. حالا گزارشگر صدا و سیما رفته شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری درباره مشارکت مردم در انتخابات گزارش تهیه کنه و تهیه کرده، ولی خب پخش نکرده این تیکه رو که میبینین الان. همین گزارش، همین تیکه از گزارش تقدیمی این هفته است به همه رای دهنده ها. ندیم تا صندوق ها رای ندیم، اینا دروغ هم کلک هم و واقعا هیچ کاری برای شما نمیم. آقا شما به عنوان یک نماینده ی این شهری، همه ی این مردم امروز میرن رایش رو به شما میدن. به عنوان یک نماینده ی این شهر الان رفتی مجلس، چی کار میکنی برای مردمه؟ من فقط میرم دوزی میکنم. اصلا محسن پهلوان مقدم متهم ردیف اول پرونده فساد پدیده شاندیز که مرداد 98 به حبس ابد محکوم شده بود تو فرودگاه کیش دیده شد. دسته ساک چرخدار به دست، توپل مپل مثل همیشه. این که قاعدتا باید تو زندان باشه، حبس ابدیه دیگه. بذاریم برگردیم اقعا. سال 1383 که هر روز چند تا مؤسسه تعاونی مالی و اعتباری مثل قارچ سبز میشد، محسن پهلوان که بعد میشه صاحب پدیده شاندیز میاد با چند نفر دیگه شرکت سهامی عام میزنه به اسم شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام که بعد اسمش رو عوض میکنه به شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز که می شود سهامی خاص. حالا توضیح میدم. در روز هشتم برج هشت سال 88 به نیت امام رضا ابنی شاندیز رو افتتاح میکنه و شروع میکنه به فروختن سهام.
میگه میخوام کل ایرانو بکنم منطقه گردشگری. پول کلونی که باید هزینه اجرای پروژه های آقای پهلوان مقدم میشد از کجا میآوردین آدا؟ که قبل از اینکه بشه پدیده یک کبابی داشت شیشلیک میزد تو مشهد. شرکت ابنی شاندیز که سهام فروخته به 136 هزار نفر و دست کم 8 هزار میلیارد تومان به این مردم بدهکاره، اصلا حق سهام فروشی نداشته، حق تبلیغات نداشته، چون به عنوان شرکت سهامی خاص ثبت شده بوده. حساب کتابش فقط با مدیراش بوده، نه با سهامدارا. سهام شرکت سهامی عام میدونید که توی بازار بورس معامله میشه، بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت سهامش تعیین میشه. توی پدیده، هیئت مدیره پدیده که رئیسش محسن پهلوان بود میومد ارزش سهم رو تعیین میکرد، چون شرکت سهامی عام نیست که، ابنی پدیده شاندیز که تو بورس ارزش سهامش روشن نمیشه. میشه از پهلوان به حساب سود و زیان خودش میگو از فردا بهای هر سهم مثلا 10,000 تومان، چون قیمت فلان برجی که ساختیم اینقدر رفته بالا. بعد اعلام میشد، مردم هجوم میبردن سهم‌ها رو بخرن، تا مثلا شاید 2 سال دیگه این سهم‌ها که همینجوری نجومی باد کنکی داری میره بالا پولدار بشن، چون سهمی که 8888 به نیت امام هشتم مردم خریدن همون اول که اعلام شد 100 تا تک تومانی بود، یهو شد 12,000 تومان در یک بازه زمانی کوتاه. همینجوری هم میرفت بالا. بعد میره به اسم پدیده وام میگیره. چرا این کارو میکنه؟ اینجوری مردمو که سهام دارن توی پدیده بدهکار میکنه به بانک یا از هر جایی که وام میگیره، چون وام به اسم پدیده گرفته میشه دیگه. مردم هم که سهامدارشن، یعنی در سود و زیانش نقش دارن. فقط یه قلم سال 92 مؤسسه ورشکسته میزان 550 میلیارد تومان به پدیده وام داد. مؤسسه میزان مال کی بود؟ مال قوه قضاییه. این که محسن پهلوان پول از کجا آورد که رؤیای شهر پدیده و اون داستانایی که شنیدین و پروروند، یه قلم بگم سال 92 که این وامو گرفت، اصولا یکی از دلایل ورشکستگی این مؤسسه میزان هم بود. یعنی ورشکستگی این مؤسسه ها اصولا یکی از دلایلش این بود که دادن وام های کلون به مؤسسه های اعتباری دیگه که بعدا اعلام ورشکستگی کردن. تو برنامه مربوط به این مؤسسه ها قبلا بارها برنامه داشتیم و عرض کردم این موضوع رو. اسامی هیئت مدیره رو که میخوندم، اگه یادتون باشه درباره کاسپیان و مؤسسه های اعتباری و مالی دیگه، تعداد از این مؤسسه ها رو که دست کم 80%شون یکیان اعضای هیئت مدیرشون خدمتتون عرض کردم، یعنی اعتماد ایرانیان، فرشتگان، کاسپیان، اینا چند تا خانواده‌ان که تو همه هیئت مدیره ها هستن. مثلا اعتماد ایرانیان سال 91 بعد از اینکه 21 میلیارد تومان از همین میزان قوه قضاییه وام گرفت، بعد گفت من ورشکسته شدم. سال 92 عرض کردم مؤسسه میزان 550 میلیارد تومان به پدیده وام داد. پدیده شاندیز وقتی شروع شد، حکومت و مسئولاش دو پشته حمایتش کردن. تبلیغات هالیوودیش تو سیمای آقایون که خودتون بارها دیدین دیگه، بیشترین تبلیغ و طولانی ترین به اصطلاح سکانس‌های تبلیغاتی در سیما. حمایت رئیس کل دادگستری استان رو داشت، حتی منتظری دادستان کل کشور میرفت تو افتتاحیه طرح‌های پدیده شرکت میکرد. پور مختار رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس در اون موقع هم از مجلسیایی بود که کلی پشت پهلوان بود و تعریفاشو از پدیده خبر استان خراسان، سیمای خبر استان خراسان مکرر پخش میکرد. به کارگیری حدود 30,000 نفر، ایجاد اشتغال برای آنها و جذب سرمایه های کوچک مردمی در این مسیر کاری ارزشمند و ماندگار است. او افزود معتقدم فعالیت های صورت گرفته در مجموعه ای که در دست ساخته است بیانگر عزم ملی است و این حرکت می تواند هم جبران عقب ماندگی ها در این حوزه و هم پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشد.
از اون ور البته شکایت بانکای طلبکار و عده از سهامدارا به ویژه نهایتاً باعث شد که بهمن 93 بگن پدیده غیر قانونیه. بعد از کلی بده بستون بین سالهای 91 تا 93 که آقا چرا پولا رو نمیدی، چرا نمیدونم ناگهانی قیمت سهامت داره میره بالا، از اون طرف وامو نمیدی و هی مهلت دادن دادستانی مشهد به آقای محسن پهلوان مقدم و بعد اون نرسیدن به اصطلاح به تعهداتش. خلاصه در سال 93 میگن آقا این پدیده غیرقانونی است، پرونده کارهای خلاف قانونش میره دادسرا. غلامعلی صادقی دادستان مشهد میگوید به خاطر افزایش های به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام مبالغ میلیاردی جابجا شده که این امر حتما نیازمند شفاف سازی است. علیرضا رشیدیان استاندار وقت خراسان رضوی گفت مجموع بدهی شرکت پدیده 84 هزار میلیارد است. این بدهی شامل حقوق سهامداران، حقوق دولتی، هزینه های صدور پروانه، مجوزها و جرائم کمیسیون ماده 100 و تغییر کاربری است. این ماجرای تغییر کاربری هم داستانی است پیوند با پدیده شاندیز که همچنان شکایت وزارت جهاد سازندگی، وزارت جهاد کشاورزی ببخشید، از پدیده سر جاش هست. همین الانی هم که دولت به اصطلاح تملکش کرده، یا قوه قضاییه دقیق تر بگم تملکش کرده، همچنان این شکایت سر جاش هست که هکتارها زمین رو تغییر کاربری کرده با تقلب، خلاصه تو زمین کشاورزی رو. باری بعد از اینکه پلم میشه پدیده، اعلام میکنن که هر کی میخواد بیاد سهامش رو بفروشه به خود پدیده برگردونه. 65 هزار نفر میرن سهامشون رو پس بدن، پولشون رو بگیرن، برن دنبال زندگیشون. چی بهشون میدن؟ یه تعهدنامه بهشون میدن به جای پول. بر طبق اون تعهدنامه 7 ماه بعد طرف مراجعه کند و همه سپرده اش را به اضافه سود روز شمار 30% بگیرد. خب شهریور 94 که باید طبق تعهدنامه پول 65 هزار نفر رو که تعهدنامه دستشون پرداخت کنن، شهریور 94 هنوز که هنوز پرداخت نکردن. اون 71 هزار نفری هم که تعهدنامه دستشون نیست که هیچ، اونا که بهشون تعهدنامه دادن که پولشون نه. ببینید چجوری آقای محسن پهلوان رئیس پدیده که خودش واقعا پدیده ایست، ببینید تو دادگاه چجوری حرف میزنه. لات لات پهلوان اشاره دارن به اینکه ما تبلیغات نداشتیم، تبلیغات فروش سهام نداشتیم، درسته؟ اینو گفتید؟ الان میگم. الان من به خودتون ثابت میکنم که تبلیغات داشتید، خیلی خوبم داشت. این دفتر فروش سهامتون رو با اون وضعیتش چاپ میکنید، روزهای پرحرارت دفاتر خدمات سهامداران پدیده. خب اینا چیه واسه بابا؟ تبلیغات. خب اصلا اینا چی از این کتابچه دست شما هست چی هست؟ اینها در واقع مجموعه مجلهایی که کار تبلیغی فقط میکنن. خب نه دیگه، اشتباه تبلیغ شما از های خب اشتباه درستون رسوندم. اینا بولتنای داخلی خود شرکت برای پرسنل. خب الان دست من چیکار میکنه؟ دست شما خب تو شرکت هست، موجود تو خود داخل شرکت هست. گزارش به پرسنل آقا چه اتفاقی هفته افتاد. اما حقیقت چیز دیگری بود و به واقع این نشریات به ظاهر داخلی با هدف توزیع در میان سهامداران گردآوری میشد. حقیقتا اینه که من از طریق مادر شوهرم به حال این سهامو چون خریداری کرده بود قبلا، این ملکی داشت جایی فروخته بود و اومده و سهمی گذاری کرده بود، بعد برای اون سهامداراشم آقای پهلوان و به حال اون هیئت مدیره که اونجا بودن یه مجله ارسال میکردن، مجله تبلیغاتی بود. حالا چیزی جالبی نوشتن توش، نوشته بود که مثلا یه خانمی، عکس یه خانمی توش بود که نوشته بود که من مثلا تو این پروژه حتی حاضرم وام بردارم بیام مثلا باز دوباره سرمایه گذاری کنم. ما از طریق همون مجله و اون تبلیغات به حال اومدیم سرمایه گذاری کردیم و خریداری کردیم. این آقای پهلوان پررو که قاضی و نماینده دادستان میترسن ازش تو دادگاه، واقعا تو کدوم دادگاه؟ وقتی میگم مافیا حاکمه، فقط پهلوانه که میتونه واسه بابا به نماینده دادستان. کدوم دادگاه، کدوم متهم سیاسی
میتونه سرش رو بلند کنه تو دادگاه، تو چشای رئیس دادگاه نگاه کنه و بگه که دروغ میگی تو و دم و دستگاهتون و کاری باش نداشته باشن و توضیح بده. بازم مثل این آقایی که دیدین اینجوریه. باری این آدم 136 هزار خانواده رو بدبخت کرد با سوء استفاده از وضع بد مالی مردم که در همین مافیای اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به وجود آمده. الان فرزندان من سن ازدواجشون گذشت، نتونست ازدواج کنن. من یک دبیر بودم، آرزوهای خیلی بلند بالایی برایشون داشتم. چرا من و همسرم که 60 سال زحمت کشیدیم، چرا باید الان در بدترین اوضاع اقتصادی و در شرایط بدی روح و روانی قرار داشته باشیم؟ یه منزل را فروختیم، مستأجر شدیم، با تورم نمیتوانیم حتی از هزینه اجاره بها که میخواد انجام بشه و هزینه های دیگر براییم. برای داری شوهرم میرم داروخانه چهار تا چهار تا قرص بگیرم که شوهرم همون روز زنده بمونه. من الان برای 5 تومن که میخوام برای دخترم بدم سیسمونی بگیرم، برای 5 تومن نمیتونم از هیچ جا بگیرم. شاید 46 میلیون برای کسی پولی نباشه، ولی برای ما اون موقع یه خونه میشد. اینا بخشی از 15 جلسه دادگاهی است که برای محاکمه پهلوان و 2-3 جین آدم دیگه برگزار شد و نهایتاً حکم حبس ابد برای آقای محسن پهلوان مقدم صادر شد و مثلا ایشون رفت زندان. 28 شهریور 98 سهامداران پدیده شاندیز با تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی اعلام کردند که از زمانی که تکلیف پرونده پدیده شاندیز در دادگاه مشخص شده تا کنون هیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات سهامداران انجام نشده است و مشخص نیست تکلیف سهام پدیده و وضعیت نهایی سهامداران به کجا میرسد. 5 بهمن 98 شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح امروز با حضور سران سه قوه برگزار شد. در این جلسه پیشنهادهای وزارت کشور و وزارت اقتصاد برای حل مشکل سهامداران پدیده شاندیز هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نهایتاً به اینجا رسیده که مشکل حضور بانک‌ها در مجمع شرکت توسعه به اصطلاح در جلسه سران قوا رفع بشود و به تصویب برسد. خب بانک‌های صادرات و ملل که طبق قانون نمی‌توانستند بنگاهداری کنند و سهامدار شرکت‌های خصوصی شوند، به لطف ستاد تدبیر اداره پدیده شاندیز و سران قوا از این پس سهامدار عمده شرکت پدیده شدند. سهامداران پدیده هم یک گام نزدیکتر به بازار پایه فرابورس و چشیدن طعم واقعی مال باخته شدن و از دست دادن کل سرمایه خود به صورت قانونی که عملاً سهام 12000 تومانی 6 سال قبل در بهترین حالت زیر 3000 تومان نقد خواهد شد. این تیکه که ازت براتون خوندم از صفحه از کانال اینستاگرامی سهامداران پدیده بود. 6 روز بعد از جلسه سران قوا و تصمیم گیری درباره پدیده شاندیز، 11 بهمن 98 محسن پهلوان مقدم متهم ردیف اول پرونده فساد پدیده شاندیز که مرداد 98 به حبس ابد محکوم شده بود تو فرودگاه کیش دیده شد. دسته ساک چرخدار به دست و عرض کردم دیگه، توپولی مثل همیشه، عکس کیشی محسن پهلوان در واقع همه رو مات کرد بلافاصله تو فضای مجازی. مقامات هیچ جوری نمیتونستن تکذیبش بکنن. محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، توییت کرد حضور پهلوان در کیش در رابطه با تسریع در اجرای حکم پرونده پدیده به منظور بازگشت اموال سهامداران به بیت المال و تحت نظارت قضایی صورت گرفته. یعنی گفتن چند روز مرخصی بهش دادیم تا بره پول بیاره. صفحه تلگرامی صدای سهامداران پدیده نوشت این بار با برجسته کردن مرخصی چند روزه محسن پهلوان ذهن سهامداران را به سمت و سوی این موضوع سوق می‌دهند که طبق اخباری که از مقامات به آنها رسیده به زودی محسن پهلوان آزاد می‌شود و به شرکت پدیده برمی‌گردد. زمزمه برگردوندن پهلوان به پدیده رو راه انداختن تو سهامدارا، ببینن اگه میشه برن جلو.
کیه این آدم پهلوان؟ ویژگی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی این است که محدود کنن اون پرونده رو به چند تا آدمی که میتونن بیارنشون دادگاه و مختومش کنن. میتونن منظورم ارتباطشون با مقاماته و خب دیگه یه جایی خرابکاری کردن لو رفته قضیه پرونده سازی شده و اینا، کیو میتونن بیارن دادگاه؟ به هر حال مثلا تو این دادگاه پدیده میرن روی این که مدیر عامل یعنی همین پهلوان فامیلاشو آورد همه کاره سهام مردم کرد. در اثر یه اتفاقی که پیش میومده یا اخباری که بالاخره به گوش مردم میرسیده، مردم میبادن سهامشو پس بدن و بفروشن. بلافاصله تیم دلالان آقای پهلوان ورود میکردن، میگفتن خب شما سهام چند میفروشید؟ میگفتن مثلا من 10 تومن میفروشم. گفت خب 11 تومن بده به من. همونطور که اشاره شد، عمده‌ترین دلال ها از اقوام مدیر عامل مجموعه بودند که از رانت های متعددی چون خرید سهام با پرداخت های بلند مدت و فروشان ها به صورت نقد برخوردار می شدند. پدر خود آقای پهلوان رفتم و یک سهام تقریبا 8 میلیاردی رو من خرید کردم. شکاشم همونجا داد. چه نسبتی با متهم پهلوان مقدم؟ داماد برادر آقای پهلوانم. چک های برگشتیشون 5 میلیارد و 800 هست و جمع بدهکاریشون 16 میلیارد و 300 هست. ولی اینا رد گم کردن. محسن پهلوان مقدم کیه؟ ایشون از فامیلای سید علی اصغر حجازی قائم مقام دفتر رهبر معظم هستند. کسایی که دنبال خط دقیق این نسبت فامیلی و بخور بخورهای پشتشن برن سراغ پسرموی محسن پهلوان مقدم و همسرش که بزرگ شده خانواده علی اصغر حجازی است. و خب چیز عجیبی هم نیست اگه رفته کیش هوا خوری. از کیش هم نمیدونم کجا رفته هوا خوری. سیامک نمازی که به اتهام همکاری با دولت آمریکا حکم 10 سال زندان داره نامه زده از اوین به رئیس قوه قضاییه. نوشته پس از 4 سال و 4 ماه حبس بیوقفه و رعایت کامل همه قوانین و نشان دادن حسن رفتار به تایید کلیه مسئولان زندان، کف خواسته و توقع بنده این است که به چند هفته مرخصی بروم که بتوانم. توضیح داده که از پدر سال خوردم که بیماره محافظت کنم، به آن محق هستم. این در حالی است که در طول این مدت شاهد اعطای مرخصی به برادر یکی از مقامات عالی کشور فقط بعد از چند ساعت حضور این فرد در زندان بودم. حسین فریدون برادر رئیس جمهور حسن فریدون روحانی رو میگه که پاش تو همین دوزیای بانک ملت هم هست. فقط به گفته سیامک نمازی زندانی فقط چند ساعت ایشون میره زندان و بعد میفتنش مثلا مرخصی. مقامات و فامیلای مقامات این نظام مافیایی که زندان نمیرن، حالا میخواد حسین فریدون باشه میخواد اون پهلوان پدیده باشه و سهامدارای پدیده که همچنان برای گرفتن حقشون اعتراض میکنن، همون کسایی هستند که بیش از 5 سال جلو مجلس، وزارت کشور، بانک مرکزی، اینا همون مال باخته هایی هستند که زندگیشون رو تو حقه بازی سیستم بانکداری و سرمایه‌داری آخوندی از دست دادن. مخصوصا مشهد که اعتراضای دی ماه 96 از همونجا شروع شد. یادتون باشه 7 دی 96 یک تجمع در مشهد از همین مال باخته ها شروع اعتراض سراسری کشور بود. بیشترین مؤسسه های مالی و اعتباری تو مشهد به وجود میان. پدیده شاندیز هم تو همین مشهد مقدس در جوار امام رضا و با یاری احمد اعلم الهدا یا احمد اعلم الهدا نماینده امام خامنه ای در خراسان به وجود اومد. بله، فاش شد که سید احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات در حلقه دزدان کلان بانک ملت است. اما دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی نظام مقدس علنا میگن که کاری بهش نداریم. دقیق میرسیم به همین نکته‌ای که عرض کردم. بزنین یک کم پرونده رو باز کنم تا قضیه روشن بشه. ببینین 8 بهمن 98
در 24مین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک ملت و بانک پارسیان، آقای علی دیواندری، مدیر عامل سابق بانک ملت و رئیس فعلی پژوهشکده پولی و بانکی کشور بازداشت میشه. بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیر عامل سابق بانک ملت و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور، سایر متهمان این پرونده به ریاست قاضی موحد برگزار شد که پس از بیان دفاعیات دیواندری و اظهارات سایر افراد، قاضی حکم به بازداشت دیواندری صادر کرد. تو همون دادگاه قرار وثیقه هر سه متهم، دیواندری، ابوالحسنی و مختاری، با نظر قاضی در آن همونجا لغو و به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. دیواندری با 5 میلیارد تومان، ابوالحسنی با 1 میلیارد 820 میلیون تومان آزاد بودند. وثیقه صادر برای مختاری هم 300 میلیون تومان بوده که به دلیل عجز از توزیع وثیقه در زندان است. بر اساس کیفرخواست، تخلفات علی دیواندری و 8 متهم دیگر در بانک‌های ملت و پارسیان، فساد 661 میلیارد تومانی در بانک ملت و بانک پارسیان در فاصله سال‌های 91 تا 93 بوده است. مهدی فلاحتیان از متهمان پرونده، قاچاقچی، بهش میگن کارآفرین و از این حرفا، 165 میلیون دلار از بانک ملت و پارسیان تسهیلات گرفته. 165 میلیون دلار چی جوری؟ وثیقه که نگرفتن، تضمینم نگرفتن از شما هیچی. آیا کپی شناسنامه گرفتن؟ حتی یه شناختی رو من داشتم از تو آقا. شناختی از رو شما داشتن؟ چه دزد سرگردنی هستی مثل خودشون. آقای فلاحتیان، ما چه همشهریایی داریم، ما یه آبروریزی واقعا. همین آدم، همین همشهری، مبلغی مثلا درخواست کرده به عنوان وام، دو برابرشو. طرف رفته گفته من قبل وام میخوام، خوردم میسانه میشتم، دو برابرشو میریزن به حسابش. 110 میلیون درهم درخواست کردی، 220 میلیون درهم واریز شده. بعد میفرمایید که اون 110 میلیون درهم چک دادم به اشخاص. میخوام صداقت از اینجا محرز بشه. در ورز چه کسی چک صادر کردی؟ یکی نبودن از تو آقا، بیشتر بودن. اشخاصش صورتش هست، تمام لیستش هست. جناب عالی پولهای خرج کردی. جناب عالی نه، همه سیستم پولهای خرج کرده و تا این سیستم هست میکنه. این پولا برای زد و بند باندهای مالی باندهای حاکم بر کشوره. با همین پولا و همین شیوه هاست که تحریما رو دور میزنن، مثلا پول میفرستن حزب الله و حماس و حوتی ها و غیره و غیره. یه نکته بگم که ببینید چجوری این آخوندا سر حتی انگلیس هم کلا میذارن. میگن آخوندا انگلیسی هن در دایجا ناپل اون ببیشه، ولی ببینید چجوری حتی سر اونا رو کلا میذارن. بعد برمیگردیم به دوماد علوی و پرونده های بانک ملت. موافقت بریتانیا با حل و فصل پرونده درخواست 1 میلیارد و 600 میلیون دلاری بانک ملت برای غرامت. وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال 2009 میلادی، 10 سال پیش، بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه خود قرار داد. بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد که در نهایت این دادگاه خرداد 2013، یعنی 4 سال بعد، تحریم‌های وضع شده بر ضد بانک ملت را لغو کرد و مهر ماه امسال هم 1 میلیارد 600 میلیون دلار جیرینگی به بانک ملت غرامت داد. بعد همون مدیرایی رو که رفتن علیه انگلیس شکایت، علیه خزانه‌داری انگلیس شکایت کردن به دادگاه عالی اون کشور و بانکو از تحریم خزانه‌داریش در آوردن و بیش از 1.5 میلیارد دلار خسارت گرفتن از انگلیس، همونان که داره دادگاه مفاسد اقتصادی و بانکی در تهران محاکمه میکنه. قطعا من نمیگم اینا فاسد نیستن. حالا در جریان بررسی پرونده هم گفته می شود، می بینین که مثل بقیه حوزه ها همشون فاسدن، ولی نکته اینجاست که آقای علی دیواندری، مدیر عامل وقت بانک ملت و تیمش،
در انگلیس شکایت میکنن که این بانک در دور زدن تحریم ها و خریدهای هسته‌ای دستی نداشته و بی خود تحریم شده. بعد تو دادگاه لندن برنده میشن. بعد بلا فاصله در ایران محاکمه میشن. همینا به اتهام دزدی کلان و کلاهبرداری از نظام مقدس. 15 میلیارد دلار سرمایه بخش انرژی صندوق ذخیره ارزی در اختیار بانک ملت بوده. همین بانک، بانک سوگلی احمدی نژاد بوده. میدونین ریخت و پاش‌های دولت احمدی نژاد داخل و خارج خیلیش از طریق همین بانک ملت انجام میشد. مدیر عاملا و اعضای اصلی هیئت مدیره ها همه دیگه این از حرم من الشمس دیگه همه میدونن که نشسته های آدم های بیرون از مجموعه ان. اینقدر وام و تسهیلات پس نده فقط با داشتن آدم های خودت تو مدیریت بانک ممکن میشه. مثلا کارشناسی وثیقه برای وام و تسهیلات که هر قیمتی میخوان میزنن چجوری میشه؟ باید از آدم خودت اونجا باشن دیگه. همین آقای دیواندری 8 سال مدیر عامل بانک ملت در دوره احمدی نژاد بوده، بعد مدیر عامل بانک پارسیان بوده، قبلش در 20 سال گذشته تو 12 شرکت مشکوک از نظر مالی سرتیم بوده، از صندوق مهر امام رضا گرفته و مؤسسه موقوفات آستان قدس رضوی تا بیمه پارسیان و تأمین مالی بانک ملت و اینا. جمهوری اسلامی عضو FATF نمیشه، مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، چون باید مشتریای خارجی بانک همه معرفی بشن. پول از کجا به بانک میاد، کجا میره، اینا باید معرفی و ثبت بشن. و من ماندم که چجوری میشود بانکی که سر تا پاش فساده و تو همین دادگاه انقلابشون توی ایران گفته میشه که چه شرکتایی دارن تحریما رو دور میزنن زیر مجموعه های بانک ملت، همین بانک ملت وسط تحریم های بین المللی سال 2013 انگلیس میاد 1.5 میلیارد دلار کادو بهش میده، میگه ببخشید که شما رو تحریم کرده بودیم، این پولو بگیرین کارتون رو بکنین. دلیل رسمی تحریم شدن بانک ملت تأمین مالی برنامه های هسته‌ای ایران بود، این رسما اعلام شده بود. خب دیواندری مدیر عامل وقت بانک ملت تا یان سالها در گفتگوی با تاکید بر اینکه شکایت حقوقی از تحریم‌های انگلیس و اروپا تصمیم شخصی او بوده و موافقان زیادی نداشته تصریح کرده بود، هرچند برخی امید چندانی به لغو این تحریم‌ها ندارند ولی پیگیری منافع بانک ملت که جزو منافع ملی و مردم است ایجاب می‌کند حداکثر تلاش برای محقق شدن حقوق بانک و جلوگیری از ضرر مالی به واسطه تحریم‌ها انجام شود. تو دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی مدیران بانک ملت در دادگاه انقلاب اسلامی تهران همین آقای علی دیواندری و دیگران میگن که شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملت تحریما رو دور می‌زدن. انگلیس که صداش در نیامده از وقتی این دادگاه شروع شده تو ایران. خب این شرکت‌های پوششی بانک ملت که برای دور زدن تحریما بوده و مجوز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را داشتند، اینا کدوم شرکت بودن؟ یکیشون، یعنی دوتا اصلیاشون، یکی شرکت داریس و یکی شرکت پارسیان اگه اشتباه نکنم، پارسیس فکر میکنم، حالا میرسیم بهش دقیق، حالا این داریس و پارسیان رو داشته باشین. دوتا از شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملتن برای دزدی و پولشویی. یه که از جلسه دادگاه رو ببینین خیلی چیزا متوجه میشین، تا منم ببینم اسم دقیق این شرکت چیه. قاضی موحد امروز چند مطلع رو از داریس و پارسیس و شرکت زیرمجموعه بانک های ملت و پارسیان به دادگاه احضار کرد تا اظهارات اونها رو در حضور متهمان بشنوه. اول از همه رفت به سراغ محمد آرام. سوگن عرض میکنم که چیزی جز واقعیت و حقیقت نگویم. او که زمانی مدیر عامل داریس بوده امروز در اظهاراتش اعلام کرد همه مسئولیت‌ها در بانک ملت و شرکت‌های زیر مجموعه این بانک با علی دیواندری بوده. مثلا ما می‌خواستیم یه جور اجاره کنیم 15 میلیون تومان ایشون امضا کرده. افرادی مثل آقای بلاحتیان و مختاری توسط چه کسی برای همکاری به هیئت امنا داریس معرفی شدن؟ تمامشون عیناً آقای سعادتی و حالا من همه رو مطمئن نیستم، حالا بخش عمده شم خدای دیوانداری. بعد هم به نقش دیوانداری در ارتقای شغلی مجید سعادتی متهم فراری پرونده اشاره کرد. آقای سعادتی رو بس شما معرفی نکردید. نخیر، اصلا من قدرت اینو ندارم که مدیر بانک رو از شعبه بردارم بعد بازنشستش بکنم.
بعد بیارم اینجا مأمور کنم، بعد روابط بانکی براش برقرار کنم، بعد بهش نفت خام بدم. اگه این کسی کار انجام بده اسمش مدیر عامل بانک ملته، نه آقای آرام. صحبت‌های این مطلع ادامه داشت که دیوان در ری واکنش نشون داد. نذارید من بگم شما با آقای سالمتی چرا بگید چه شاید تو بگید باستم بحثی نداریم. شما فالوده هاتون و شما آقای شیرزادی آقای کروش مهدیان قبل از اینکه شما بیاد بانک ملت با هم میخوردید میخواد به من منتصف کنید. بعد از او سید امین مدنی زاده متولی سابق وصول مطالبات بانک ملت مطلع بعدی بود که از پشت پرده ارائه تسهیلات کلان بانکی بدون دریافت وثیقه به متهم مهدی فلاحتیان گفت. شما فرمودید که 7 تا چک از آقای فلاحتیان. من نگرفتم 7 تا چکی که آقای سعادتی تحویل زیرمجموعه ما دادم. بله. شما اسمم که آخرین چکی که من از این دوستان گرفتم چک 390 میلیارد تومانی. این وصول شده؟ نه دیگه. پرونده یه تخلفات 661 میلیون دلاری در بانک های ملت و پارسیان 9 متهم داره که 3 نفر از اونها متباری هن. شرکت های داریس و پارسیس دو تا از شرکت های زیر مجموعه بانک ملت هن که دوماد وزیر اطلاعات توشون بوده و هست، ولی هیچ کس تو دادگاه نمیگه این آقای سید احسان سخایی و نقشش و منافعش رو تا جلسه دهم دادگاه که علی دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت اشاره ای میکنه و بعدم در جلسه 14 دادگاه میزنه به سیم آخر و میگه داستان. همون جلسه دهم دادگاه که علی دیواندری اشاره ای میکنه، دادگاه غیر علنی میشه، میاد دوباره دو جلسه دادگاه علنی میشه، وقتی که در جلسه 14 میاد داستان رو میگه آقای علی دیواندری، از همون وسط میگه آقا خدافظ، همه رو بیرون میکنم. بذاری من قبلش شفافیت قوه قضاییه اصلا از هر من شمس هست، من قبلش بذارین اسامی متهمان و اتهام رو بگم خدمتون برای کسی که اصلا در جریانش نیستن که قضیه روشن‌تر بشه. علی دیواندری به اختلال عمده در نظام ارزی، علی دیواندری یعنی همون مدیر عامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان، علی دیواندری به اختلال عمده در نظام ارزی کشور و خیانت در امانت به مبلغ 16,000 دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ 50,000 یورو متهم است. این پرونده به خاطر اقدامات متهمان در انجام فعالیت‌های پوششی در قالب شرکت‌های تراستی برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده است. یعنی چی؟ من دارم از متن اتهام می‌خونم. این پرونده به خاطر اقدامات متهمان در انجام فعالیت‌های پوششی در قالب شرکت‌های تراستی برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده است. میگن آقا شما خوب کردین بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی یه نظام مقدس تحریم‌ها رو خواستین دور بزنین، ولی اون وسط خوب خوردین و برای اینکه خوردین بیان جواب بدین. یعنی چی؟ یعنی به همون دلیلی دارن اینا رو محاکمه میکنن که خزانه‌داری انگلیس تحریمش کرده بود و بعد گفت اشتباه تحریمش کردیم، ببخشید این پولم بگیرین 1,600,000,000 دلار. خودشون دارن میگن آقا ما کردیم، انگلیسی ها میگن نه نکردیم، بیاین این پولم بگیریم برید دنبال زندگیتون. نذارین من زیاد حرف بزنم در این زمینه. باری علی دیواندری مدیر عامل وقت بانک ملت، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان 3 متهم به نام‌های رحمت الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی رئیس بانک ملت در لندن متواری‌اند. 2 نفر اصلی هستند که اصلاً جزء متهمان اسمشون نیست و نیامده و تو جلسه دادگاه البته یکی دو بار اومدن به عنوان مطلع و بعدم رفتند، یکی سید عبدالله دستغیب و یکی سید احسان سخایی دوماد وزیر اطلاعات. 12 آذر 98 سخنگوی قوه قضاییه درباره نام بردن از داماد وزیر اطلاعات در جلسه رسیدگی به اتهام فساد و اختلاس علی دیواندری و همدستانش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت درباره داماد وزیر اطلاعات که
کیفرخواستی صادر نشده است. چرا؟ چرا نداره؟ حالا این دوتا دوز اصلی که حامیشون وزیر اطلاعاتی یعنی دستقیب و سخایی اینا چه کردن؟ در 24مین جلسه دادگاه بانک ملت علی دیواندری میگوید عبدالله دستقیب در سال 91 15 میلیون دلار وام گرفته و این وام هیچگاه تمدید نشده، هیچ پرداختی هم صورت نگرفته و یا گذشته جیبش رفته. 7 سال تمام این وام معوق شده. با پرداخت 19 میلیون دلار به جای 40 میلیون دلار بانک شکایت خود را بعد از 7 سال پس میگیرد و پرونده از دادسرا خارج شده است. نماینده دادستان میگه پرونده در دادسرا مفتوح است. دیواندری در ادامه میگوید چرا اسمی از وام گیرنده در پرونده نیست؟ وام گیرنده یا بدهکار است یا کلاهبردار. مفتوح بودن پرونده در دادسرا مفهومی ندارد. چرا باید دستقیب مورد تحقیق قرار نگیرد؟ چون شریک دوماد وزیر اطلاعات عزیزم. علی دیواندری با انتقاد از نقش ضابط پرونده یعنی اداره اطلاعات تهران مال وزارت اطلاعات در تحت تعقیب قرار نگرفتن دستقیب و سخایی داماد وزیر اطلاعات گفت دستقیب 30 میلیون دلار از بانک پارسیان و 20 میلیون دلار از بانک ملت وام میگیرد و پشت ضابط وزارت اطلاعات پنهان می شود. تظلم خواهی من همواره این بوده که ضابط پرونده تغییر کند و همواره نگران اعمال نفوذ سیستمی و تشکیلاتی طرف مقابل بودم. چرا مردم نباید بدانند بدهکار بزرگ چه کسی است و چه کسانی از او حمایت می کنند؟ علی دیواندری افزود دستقیب به عنوان زینف مبلغ 36 میلیون دلار برای خرید یک کشتی میعانات گازی دریافت کرده و 11 قسط پرداخت می کند. اما پس از فروردین 95 بقیه اقساط را پرداخت نکرده و بدهی او تا کنون بالغ بر 30 میلیون دلار است. چرا 30 میلیون دلار ازش نمی گیرن و اصلا کاری بهش ندارن؟ مدیر عامل سابق بانک ملت می گوید با توجه به اینکه در محضر دادگاه شراکت آقایان دستقیب و سخایی به تأیید هر دو نفر رسیده است و همچنین با توجه به منافع آقای سخایی در پرونده کشتی که اسناد دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم ایشان در این موضوع موجود است، آیا ورود ضابط از سوی اداره اطلاعات تهران شبه‌انگیز نیست؟ داستان اینه که ببینین میان به طور خلاصه بگم در این فرصت کوتاهی که داریم و بعدم خسته کننده میشه اگه خیلی بخوام به جزئیات بپردازم، این توضیحی که داد آقای علی دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان بعد از اینکه مدیر عامل بانک ملت بوده، بعداً در دوره احمدی نژاد، بعداً یک سال و نیم میشه مدیر عامل بانک پارسیان و بعدم که میره توی اون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی. بالی این توضیحی که میده درباره اینکه چرا 30 میلیون دلار ازش نمیگیرند در بعد از پرداخت 11 قسط متوقف میشه در فروردین 95 30 میلیون دلار میگن خوش اومدی. همون موقع نامه‌ای آقای احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات به تندی میزنه به بانک ملت که حالا اشاره میخوام بکنم به اینکه در اسناد هست که بخشوده بشود در واقع بدهی 30 میلیون دلاری، نامه میزنه و بعد آقای زنگنه وزیر نفت هم حمایتش میکنه که اصلا این پول گرفته نشه. عبدالله دستقیب الان لندنه و سه متهمی که به عنوان متواری در دادگاه ازشون اسم برده شد و فقط اونام لندنن، فقط یکیشون مجید سعادتی رئیس وقت بانک ملت در لندن همون موقع شکایت و اینا با پول بانک ملت تو خونه 6 میلیون و 700 هزار پوندی میشینه الان که حتما یکی از خونه هاشه. بله، از جمله افراد مطرح در این پرونده
شخصی به نام عبدالله دستغیب است که بسیار او را یکی از چهره‌های کلیدی در فساد بانکی در ایران می‌دانند که هم‌اکنون در خارج از کشور است و دیواندری در جلسه دهم محاکمه خود از یکی از همدستان سید عبدالله دستغیب پرده برداشت که بر اساس برخی اطلاعات موجود در پرونده این شخص به دستغیب کمک کرده تا از باز پرداخت 220 میلیارد تومان اصل و سود وام دریافتهش از بانک ملت فرار کند. سید احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی که دستغیب او را به عنوان نماینده ویژه و وکیل تامل اختیار به مجموعه های گوناگون معرفی کرده، کسی است که در یک قلم برای 220 میلیارد تومان بدهی سید عبدالله دستغیب به بانک ملت بخشودگی گرفته، یعنی 6 میلیون دلار از اصل بدهی از ایران گرفته نمی شود و همچنین 7 سال سود این مشارکت محاسبه نمی شود که مجموعاً 220 میلیارد تومان به نفع دستغیب تمام می شود با سفارش دوماد وزیر اطلاعات. 220 میلیارد تومان. آو. 1 میلیارد تومان به شما بدن چیکار میکنین واقعا؟ چقدر آرزوهاتون برآورده میشه با 1 میلیارد تومان؟ متن حرفای علی دیواندری رئیس سابق بانک ملت و پارسیان رو در دادگاه رسانه ها طبق معمول این دادگاه هایی که نصف نیمه میذارن پراکنده و ناقص منتشر کردن. دیواندری تو دادگاه میگه وزارت اطلاعات رفته پرونده دوماد حاج آقا علوی رو دست گرفته تا نذاره یه وقت کسی ناراحتش کنه. احیانا آقای دستغیب در سال 91 25 میلیون دلار وام گرفته است. هیچگاه تمدید نشده. هیچ میان پرداختی صورت نگرفته و 7 سال تمام این وام معوق شده. در نهایت با پرداخت 19 میلیون دلار به جای 40 میلیون دلار بانک شکایت خود را پس گرفته، یعنی از طلبش صرف نظر کرده و پرونده ایشان از دادسرا خارج شده. مگر من اینجا اسناد زینف بودن آقای احسان سخایی داماد وزیر اطلاعات را ارائه نکردم؟ مگر خودشان اصالت نامه‌ها و امضاها را تایید نکردند؟ به چه دلیل سازمان اطلاعات تهران وارد کار ایشان و شرکای ایشان شده؟ چه کسی باید جلوی این کار را می‌گرفت؟ جمع بدهکاری آقای دستغیب بابت 3 پرونده به نظام بانکی بالغ بر 740 میلیارد تومان است و راست راه می‌رود. ولی در همین دادگاه‌های ویژه افراد با بدهی بانکی کمتر به مجازات‌های سنگین محکوم شدند. آقای نماینده دادستان، چرا وقتی به آقای دستغیب و سخایی میرسید راه خود را کج میکنید؟ آقای دستغیب و شرکای ایشان یعنی سخایی دوماد وزیر اطلاعات با دریافت 1 فقره وام به مبلغ 36 میلیون دلار از بانک پارسیان یک کشتی حمل میعانات گازی را تملک کردند و از آن منافع فراوانی کسب کرده و 11 قسط به بانک پارسیان پرداخت کردند. اما بعد از نپرداختن بقیه اقساط از فروردین 95 بدهی آنها تا امروز افزون بر 30 میلیون دلار است. نکته کلیدی در پرونده کشتی این است که با توجه به اسناد متقن و غیر قابل خدشه‌ای که در شرکت پارسی سکیش موجود است، یعنی تو همون یک از شرکت‌های پوششی بانک ملت، چرا آقای دستغیب و سخایی دوماد وزیر پول بانک پارسیان را پس نمی‌دهند و اکنون هم مورد حمایت ضابط و دادسرا هستند؟ ضابط یعنی وزارت اطلاعات، دادسرا که یعنی قوه قضاییه. با توجه به اسنادی که از مراودات و مناسبات مالی میان آقایان دستغیب و سخایی وجود دارد، در 1 فقره سند ارائه شده به دادگاه آقای سخایی یعنی دوماد وزیر اطلاعات 2 میلیون دلار از درآمد کشتی را به حساب شخصی خود انتقال دادند. چرا این موضوع مهم از کیفرخواست حذف شده؟ با آن 2 میلیون دلار که به حساب شخصی ایشان واریز شد، باید 3 قسط از تسهیلات خرید کشتی را پرداخت می‌کردند. نه تنها پرداخت نکردند، کشتی را هم ناپدید کردند و بعد سر کوه پولشویی 1 فقره 10 میلیون دلار میزنه بیرون. آقای سید احسان سخایی دوماد وزیر در بررسی اسناد سال 95 که امضای ایشان هم وجود دارد میگوید چون قصد خرید کشتی را داشتیم در امور مداخله میکردیم، در حالی که اسناد محکمی وجود دارد که در همان بازه زمانی هم به عنوان مالک مکاتباتی برای فروش کشتی داشتند. بالاخره ایشان می‌خواستند کشتی را بخرن یا بفروشند. هم می‌خواسته بخره، هم می‌خواسته بفروشه. دو بار امضا در یک روز 36 میلیون دلار پول جابجا شده. توسط کی؟
آقای احسان سخایی داماد محمود علوی وزیر اطلاعات. بعدم کشتی به کل گم شده. کشتی باری حامل میعانات گازی. ببینین این دومادای وزیرای اطلاعات نظام مقدس، یعنی دومادای فرمانده سربازان گمنام امام زمان ها، اینا همشون پدیدن واقعا. یکی اون داماد فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی که آقای مجتبی علم الهدا هست، پسر یا برادرزاده علم الهدا، نماینده ولی فقیه در مشهد، که یه شرکت درست کرده بودن تو تهران به اسم اورانوس آبی قش با قاضی حیدری فر که همدست مرتضوی بود تو کشتار 88. حیدری فر رو میگن الان زندانه، من نمیدونم. به هر حال این دوتا از تجار موفق باجگیری میکردند که دیگه، و بنده میشکستم این تجاری رو که دارم عرض میکنم، اینو بی خود خدمتون عرض نمیکنم، انقدر افتضاح شد قضیه که از ایران دوتاشون رو میگرد من میشناسم دیگه، ببینید بقیه انقدر افتضاح شد کارشون، این باجگیریاشون، اون آقای قاضی و این شخص که از ایران رفت داماد فلاحیان استرالیا الان اونجا ساکنه. اون داماد یونسی وزیر اطلاعات خاتمی هم که اخیراً میدونین دیگه، دخترش خودش از پنجره انداخت با این کش، دختر سفیر جمهوری اسلامی در مسکو. و داماد محمود علوی هم که این حاج احسان سخایی ساکن سوئیس در کنار همسر دلبندش، دختر وزیر اطلاعات دولت تدبیر امید. بریم پرده آخر. آقای بهاءالدینی میگن داشتش میومد میرفت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دم یه عروسی رسیده بود، یفه وایساده، چون میگن آقای بهاءالدینی قدرت تکلم با حیوانات داشته. اون موقعی که داشت میومد رفته بود به صاحب جلسه برگشت و گفت آقا این گوسفندی که جل در بستی برای جل عرض داماد بزنی زمین میشه بفروشیش به من؟ آقای بهاءالدینی بود رو احترام دعا بود و آقای بهاءالدینی آورد اینو گوشه حیات خونش نگه داشت، کاوش میداد، سبزی میداد، غذا میداد، یه مدتی نگهش داشت گوشه حیات. میگه روز تاسا بود آقای بهاءالدینی گفت ذبحش کن. آقا جریان چی بود؟ که اون روزی که داشتم رد می شدم این گوسفنده برگشت به من گفت آسد آقا رضا اینا می خواهم منو تو عروسی سر بره، من دوستم برای عباس سرم بریده بشه، میشه منو بخری نگه داری روز تاسا من سرم برای عباس بریده بشه؟ شب و روزگار خوش.